اومدیم که دیگه ما رو به غلامی قبول کنیم آمد. یعنی غلامتیم کلن. چکی؟ تو؟ بله. بینجا بوده ببین عمو چی میگه؟ آخ بام گرفت آقا ناده. باش گرفت. اوش رنگش گرفت. چی شد؟ اوش رنگش گرفت. باش گرفته؟ خیلی رنگش گرفته. نمیتونی را بری؟ وقتا آقا رضای شما زدین مخملاتشو ترکون دیگه منصور امه برو دنبالش نکشه بعد سر لبا ماله این حرفا نیست که اگه بود چه خاکی سر میکنی برو ببین بگیره که شخصیت آقا نادر قصد آقا نادر به این چیزا نمیخوره بگی باشم برو کنا بفرمایید عباس آقا یاد بیا جلو چی کارم بری؟ میخوام شقت کنم بابا اینا اینجا چی کار میکنن؟ نادر مهمونن زشنی بزدور احترام هم شیعتش چیه نگفته؟ نیرکا شبه بابا خسته بشی برو من خودم میارم در مغازه خانداشم گفت چی تا پولان نگرفتی از اینجا تکون نخور خب میرم میارم ولی میترسم بدم دست تو خدا نکرده یا ازت بزنن یا گمش کنیم درو بده کسی نمیزنه خیر راه اصلا من میخوام برم حرف خصوصی باش بزنم متوجهی چی میگم اون نمیخواد باشه من حرف خصوصی بزنه اون قبر همشون یه شکلن یه الف بچه که همینجور چش آدم رو یاد کنه حرف میزن هجالت نمیکشن اینم این اون داشتشه چی شده؟ هیچی پاشو کرده توی یک حرف که من پولا هم بخوام من صرف هم بخوام چیکار کنی به دخره گفتم که لازمش دارم شما خود یه جوری شروعش کنی اصلا قبل بابام بیارم دیشب که کلی پول میشوردی از کل اون پول اگه صد تا تومانیش بسنم ببونه کلا هم میدازم بالا زشته مادر پول بیمارستانش هم ما باید بدیم بابا عجب اشتباهی کردیم دیشب پولو به شما نشون دادی بابا خدا یه میلیون بدهکارم به مردم چی یه میلیون بدهکاری تصادف کردی خلاف کردی واسه چی حالا من باید ریز حساب کتاب به شما بگم یه کاری کردم دیگه امرا این کاری بلا شما پیشکشی رو واسه من بیار خجالت بکش منصور آره من بیکاره دیگه الان رفتم بره انبار بیاره که پیشکشی رو گفتم بیاره پیشکشی رو که نمیگم دارم پولو میگم پولا من با تو چرا هیچ نمیگی تا که داشته تو که دیدی من خب به من چه ربطی داره من پول تو روز روشن تحویل خودت دادم تمام شد و رفت خیلی درستش کردی تحویل دادم خب پول ماله مهتابه مهتاب نکن یه 200 تومن بگی بده بهم ای بابا یعنی چی پدر من چی نداره دیگه گفتی بده آقا اصلا به من ربطی دیگه نداره اصلا اسکی تو اصلا حالیت نیست حتما یه فتح با بزنم با مخبری تو باشه بفهمی ما این پولا رو به خاطر تو داریم میدیم چرا به خاطر من؟ مگه من رفتم گوشت نسیه گرفتم یا من زده بچه مردمو ناکار کردم خبر نداری زن که بگیری بعد جور خیلی چیزا رو بکشی حالا بزن کورمون کن آقا تو جمع بگو ببینیم کی بهمون پس میدی اگه بدیم کی نداره همین امشب هر چقدر فروش کردن تقدیم شما میکنم فروش کردی پس میدی یا حتما بابا خدا بابا یه دقیقه واسه جونم بابا چیکار کردی تلفن زدی به اون بابا کارش راه بندازی کیو عموی آقا نادر دیگه گرفتار بودش گفتم راست میگی کار من پیشش گیره ببین یک کاکو حالش برگرده سر جاش بابا آخه من باید چی کار کنم بابا جان من کارم تخصصم میوه تره باره دیگه مغازه تو شهر والا به خدا به من یکی رب نداره این صد بار مادر جون قربونت برم میتونی تو همکارات بگردی یکی رو پیدا کنی آقا بابا چشش کور اصلا چشش کور یعنی چلا بود بابا جان اون بنده خدام گناه داره اون بدبختم گرفتار شب عید مغازه‌ش بستن اگه میتونی یه کاری واسه شون بکن آفرین به خاطر بابا من به خاطر داداش بیا دیگه خاطر همه یه چیز بهت بگم میرم ولی می منصور تو خودت منو میشناسی به جون این بابا به جون مامان دارم میام من آدم اینجوری هستم نه دروغ میگم نه یه دونه خلاف میکنم این از من خلاف چی من میخوایم کرک جا به جا کنیم بابا شما میگیم یه خاکم فیکلاشو بکشیم پایین سری بعد رفتیم خواستگاری به ضرب و شط نکشه همین ان شاء الله نمیکشه عباس آقا داری میری تمام این سبزا رو ببرا امروز میخوام حیاتو بشورم و تمیز کنم شما هم نمیگفتی من همه رو میبرم بابا یه دقیقه سر راه داری میری بیا دو تا از اینام ببر کمک کن بابا سبزه من زشت زایه زشت زایه که من زشت زایه برو دم زن باید بده اونجا کسی نبیده برو بابا جان بیا بیا مسعود
منصور عمه جان، خسته نباشی اینقدر زحمت میکشی. میگم چیکار میکنی امروز؟ میای دیگه قربونت برم. آره ان شاء الله. دست در نکنه. سلام سلطانی. آقا دارم نه موتور خراب شد، روشن نمیشد. گوشی سلطانی خیلی من کار ندارم. گفتم ان شاء الله آخه. آقا نه کجا بیا؟ کدوم از خدا بی خبری رو گوشت اینجا؟ ما زندگی داریم. چی شده بابا؟ سلام علیکم خانم. سلام. تو تشویق سرت بهتره؟ خدا رو شکر. بابا هیچکی نمیدونه این صاحب این کیه. ما کاسبی افتادیم. عباس آقا چه؟ این ماشین دزدگیری نداره. بزن به شیشه شاید بقیه کنه صاحب نفهمش بیاد. ماشین داداشم ها. چه غلطا. ها؟ هیچی گفتم ان شاء الله به سلامتی دل خوش. سلامت باشی. بابا بی بریم. کجا میری تو؟ برو بغل اون ماشین که چیزی بر نداره. من عجله دارم. منم از کاسبیا زندگی افتادم. مرض دارم مگم بیا. خب یه دقیقه بی بریم ببینیم چی میشه. مثل برگی سرگردانا در دیاری. سلام نادرخان گل، خسته نباشی. چطوری؟ جان فرمایش. عرض کنم که گفتم آخر سال بدهی به کسی نداشته باشی. این بدهی شما، اینم پول بیمارستان طبق فاکتوری که شما دارید. اینو دست شما در نکنیم. باشه خدمتتون. تعارف چرا میکنی فرد دیگه؟ تعارف نمیکنم. باشه خدمتتون. بابا بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، یه الف بچه دوتا یه چیزی گفتن، ما عیدمونه به هم بزنیم بره که چی؟ درسانی میخوام هم فامیل شیم. غیر اینه امر دیگه ای نیست. هم که چه هست کنم، یادته یه مشکل عمود داشت. مهتاب اینجاست، یه تلفن میزنه کارت راسلیس چه بره. ببین عباس آقا، عموم دندم نرم، چشمم کور، خودم مشکلشو حل میکنم. خب یاد حل میکنین. باشه به سلامتی بابا جون. خداحافظ بابا جون. یه چیزی میگه ای بابا تو بیا اینکه واسه ببین من چی میگم. ای بابا کاسه داخل آقا واسه آقا چون نیا پشت تخت من آقا بزن من آقا میریزی به هم واسه نمیریزم. میریزی به هم من میارم خودم. بفرما من عصبی میشم کسی میاد پشت در. بفهم. این خدمت شما این پرونده. چی دی گفتم؟ به درد فامیل میخوره. ما با هم فامیل نیستیم. ببخشید. ما فامیل نیستیم. نیستیم. ولی بعدا میشیم که. آقا شما بد صحبت میکنین. خانم من بد آره. بد صحبت نمون مدل حرف زدنم. اینو چی مشکلش چیه؟ کلمه مشکلش چیه این؟ چه میدونم خانم بهش بستن چهار تا این چرت و پرتا کم فروشی و گرون فروشی و این چیزا معمولا همینجوری میبندن. بله من قضا قردکی 750 هزار تومن جریمه شده اون وقت. چجوریه؟ بله جریمه شدن. مثلا یارو اومده تو مغازه شما گوش کن داستان چجوریه. اومده تو مغازه میگه ترازوتون خرابه. خب اگه ترازو خراب ایراد داره برو ترازو فروشی رو فلان کن. چرا میاد پیش فامیل شما؟ اما ما رو اندون خوردن میندازن. بله اصلا این پرونده اساسی مشکل داره دیگه، مشخصه. من تا من یه آشنا دارم تماس میگیرم باش دیگه انشالله. آره جدا دست شما درد نکنه. قابل شما رو نداره، وظیفه ماست خدمت کردن. فقط یه چیزی من اگه سفارش کنم جریمه واسهتون میبرن که خیلی بیشتر از این حرفا میشه. یعنی الان فکر کنم که خیلی تحویلتون گرفتن دیگه. نمیدونم چه جوری شده که اینقدر تخفیف داره. حالا من یه زنگ بزنم. جریمه بیشتر میشه. خیلی ممنون. متشکرم. حالا چرا متشکرم. ممنون. خدا نگهدار شما. کجا بابا؟ کجا؟ یه دقیقه باز ساخت. کجا داری میری؟ خب برو. آقا بیا این پولتو بردار دست شما بابا جون. من به تو میگم درست میشه میگه نه. بابا اصلا من خودم یه دوست دارم ترازو فروشه، تعمیرکارم داره، میدم از روز اول وسط نوتر درست کنه. خوبه عباس آقا بفرمایید با این خانوادتون. بفرمایید. تو چی؟ یه دقیقه صبر کن. ما صبر نمیخواد. بفرمایید. ما مشکل نداریم. خداحافظ. تو چرا اومدی؟ مگه بهت نگفتم واسه بغل ماشین؟ داره جریمهش میکنه. به درک جریمهش که اگه واسه دودی که جریمه نمیکنه. بچه پاکم داره جریمه. بیبارد اینکه پوز بالا پوز شده. شایی بیا تو. بالا تو برشیم ببینم چیزی افتادیم از دست این دیگه بابا. الو
الو الهام، ببین دیگه با این دیوونه آقا ارمدار نمیذاری ها، طوری نشده همچی شنفتی. آره من یه بار دیگه اینا رو دم خونمو ببینم شقشون میکنم ها. آره گذشتم هر چی بوده فراموش کن. آره خلاص خدافظ. مامان این شورشو در آورده ها، جلوی خانواده آبرو نذاش واسه من. تو میگی من چه خاکی تو این سر کچلم بریزم؟ خب بیا برو لااقل معذرت خواهی کن ازشون. اگه نادر بفهمه چی کار کنم؟ از کجا میخواد بفهمه؟ نمیری؟ باشه خودم میرم. باشه ببینم، هی خودم میرم خودم میرم. بسه خب کارامو بکنم اینطوری باشم میرم خونه مردم. رضا کجایی؟ رضا؟ رضا مادر کجایی؟ رضا؟ رضا رضا مادر چرا اینجا خوابیدی؟ پاشو بینه رضا مادر، پاشو مادر قربونت برم، بیا بیرون، پاشو بیا بیرون، پاشو درده تو جونم، نترس 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 نترس، یواش مواظب باش، بیا نترس مادر، کسی کاریت نداره، بیا مادر پایین، بیا بیا صبحونه حاضره، برو صبحونه تو بخور، بودو بیا یواش. چیه؟ منم اومدم. سلام زیبی خانم. سلام خوبی؟ بفرمایید تو. خیلی ممنون، بابت دیشب خیلی شرمنده شدم. ای بابا رضای من خطا کرده، شما چرا شرمنده شدی؟ رضا که بچه است، نادر رو دیدی چیکار کرد؟ ببینم حالا آقا منصور که طورشون نشده. نه بابا، بچه‌های من پوستشون کلفت خدا رو شد. بفرمایید تو، بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید. میگم دیگه ببخشید آ. خواهش. سلام سیمین جون. خوبه؟ من دیشب تا صبح هول ورم داشته بود. گفتم نکنه یه بلا سر این بنده خدا اومده باشه. نه بابا خوبم، کوچیکته بچم. خوش اومدید. به خدامت ببخشید. با اجازه الان برمیگردم. بفرمایید، خیلی خوشم. جوریام خیلی بده. کاش یه جعبه شیرینی آورده بودم، مگرکه خجالتتون در میومد. این حرفا چیه؟ شما شیرینی نیورده، ما خجالت شما رو میکشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. الان چای میارم خدمتتون. مادر پذیرایی کن. سلام. چی شده؟ چی پرو میگه چی شده؟ تو دیشب شاهینو گرفتی که پاره کردی، تازه میگه چی شده؟ بچه خودت بیورزه هست، من انداختم من تو اسم بگه ترکی. اوی مامان ببین سیمی خانومو. بله سیمی خانوم، کاری داشتی؟ نه من سر جونه چی میخواستم بگم یه چای کمرنگ برای من بیاری. چش چش رو چشم. چه جا زدی؟ من جا زدم. ببین پوست سرت میکنم که حس کنی میفهمی. شما پوست سر من بکن، من در قدر شد سر این شاهی در میارم. سر شاهی در میاری؟ یعنی چی که سر شاهی در میاری؟ بگیرم در اینجا هم هست؟ این شکسته پیکر. آره پیکرم. آره چرا وایستادی منو نگاه میکنی؟ چیکار کنم؟ من دستشونو ببرم زن. نه بابا برو یه زنگ بزن به آقا نادر. اصلا به نادر زنگ نزن یا نمیخوام بفهمی چه اتفاق برام افتاده. نمیخوام. سیمین خانم ما که نمیخوایم به آقا نادر جریانو بگیم که ما هر وقت با عباس آقا کار داریم ما به آقا نادر میگیم بهش بگه. حالا میخوایم بهش بگیم، به عباس آقا بگه که بیاد یه نگاهی به دست شما بکنه. آی بمیرم. بودو دیگه چرا وایستادی؟ وا فکر کنم الان بودو ام. آی ما خانم اینقدر داده هوار میکشین؟ این همسایه بچاره مریض سکته‌ای داره، مخواهیم بکشیم بفرستین سینه قبرستان. چی کار کنه عطفی خانم جون؟ قربونت برم، خود درد دیده درد داره دیگه. خب درد داشته باشه، اینقدر باید هوار بکشیم مریض سکته بیندازه. حالا مگه چی شده؟
چی شده؟ داشتم تو محلتون میومدم هم بچه محلتون بهم تنه زدن افتادم رو دستم دیگه. با چی شکلی بود میشناسین؟ در رفت نفهمیدم. خب حالا در رفت کی بود آخه میشناسین کی بود؟ من که نمیدونم. بابا قدش کوتاه بود سیبیل پرپشتم داشت میسابش نمیدونم. حالا هرکس سیبیل گلوفه مال محل مایه یعنی چه؟ بلش کن اکی خانم چون شما برو ارزم خانم پشت خطه. من میرم حالا سیبیل گلوفتون رو پیدا کن ببینم چی شکلیه. مگه اینکه دستم بهت نرسه رضا ببین چه بلایی به سرت میارم. دلنجه خودش گذاشت دنبال من پاش گیر که خورد زمین. کار خیلی خوبی کردی زبون درازی هم میکنی. بابا چی کار میکنم نتا باش کشته میشد. اینو بمیرم رو بابا تو شرمندم. حالا چی کار کردی؟ چی چی کار کردم؟ زنگ زدی به آقا نادر. آره بابا این آقا نادر لج کرده میگه من اصلا عباس آقا نمیشناسم. اون همیشه لجبازه برش کن اصلا خودم درستش میکنم. رضا رضا بله بودو تو مسائله بابا تو شیشه های بابا دا اون شیشه کوچیک هست سپیده بعدا بیار اینجا بینم. آی بودو همونی که هر وقت درد داره برای درد استفاده میکنه دیگه. بودو آی این تلفون رو بر نمیدارن که نمیدونم کجا هستن. هر چقدر تلفون میزنی بر نمیدارن. آی آتیش گرفتی مه بچه بلا میزنی. بده من ببینم درست کنم. از دست تو آدم نمیدونه چی کار کنه. مصیبت دارم از دست تو. آتیش گرفتین دیگه. هی اینا از این میریزی همین دوا هاست دیگه مال اونمه چیه. بیا برش بره درش کو. مطمئنی؟ بله یه برای سیمین خانو میخوام. خب بچه من همه هنر بلدم. خیاطم، قابلیم، آرشگرم، آمپورزنم، قارقرت دلرم، گرساخ گترم، نظر تو دارم، بلچه کرم، گبک گترم، کلاف دلم، همه هنر بلدم. سیمین خانم، سیمین خانم، برش برو اولنشو برش برو. نمیذاره تلفونمونو بکنه. مسکر بازه در آوردن. از دست اینا آسو شدم. امه چه؟ اینو را بهش بده. دست درد نکنم. آسو تو بزن بالا سیمون خانم. بزن بالا. من که نمیتونم. یواش من که نمیتونم آسو بزنم بالا. درشو بکن درشو بکن درشو بکن. حالا بریم. سلام. چه تری تو همچین ترسکی مثل جنی آزایی میشی؟ برای با بتوش آقا خدمت شما اینا رو بردم ایدی بزنی خونه تون دیگه. چابلوسی نکن ما یک خونه نیستیم. بذار باشه شگون داره ریختی به حساب؟ بله آقا فقط همون چه که دیروز مون که پول نشده مال نعمتی رو میگم. راستی خوبه یادم انداختی. این نعمتی زنگ زد گفت امروز میریزم به حساب حواست باشه اگه ریخ به حساب سریع میری چک و نقد میکنی کلشو میریزی به حساب خودم. چشم آقا کار دیگه نمونده؟ کار دیگه نه فقط 12 ما میخوای بریم فرودگاه کل کاراتو رو بکنی چه سریع بریم. چشم آقا اینو یه لحظه بگیر آقا بده به این نندازی. آقا امیر خیلی نوکری دارم میارم. نه آقا همین امروز میارم. خب نه آقا به جون خودم من قولم قولا. چرا؟ نه به آقا سلطانی زنگ نزنی یه وقتا. نه بابا امروز قراره هم حقوقمونو بده هم عیدیمونو بده بعدش هم من فقط 300,000 تومان کم دارم. آقا شما خیالت راحت امروز قبل از اینکه بری من پولو بهتون میرسونم. حله؟ چیه؟ ژنی بعد ظاهر میشینا این چیزه این کارگره اومده حوزمونو تمیز کنه. گوشی ببین قشنگ دور حوزم نگاه کن ها جلدک دسته همه رو خوب تمیزش میکنی ها. اگر کارش خوبه بگوید استخر بارم تمیز کنه. بله آقا کارش اینه اصلا پرفشناله. ببین الان یه مشتری که واسه جور کردم اگه خوب تمیز کنی میبرم این یه مورد استخر ها. آره آفر میخوام شب عیدی پول درسته بری پل خانواده‌ات شادشون کنی ها. آقا کله بزن. آقا شما ببر هماهنگش میکنه بچه مطمئنی هم هست. بفرمایید شما. آقا ببخشید خجالت بکش پسر یه بیایا مو استخر بده بابای آبا حدکشت تمیز کنه. آره چشم خودم با بابام میام هر جور شما سلام میدید تک بابام من نوکرتم اصلا مگه دستم به دستت نرسه.
چنان استخری ازت بسادم هزار تا ماهی تو شنا کنه. بره بی ادب. حاجی خسته نباشی. یا قربان بچشی با این رو سریع سریع با دیر اون نشه. آقا با سیدت مبارک. خدا حافظ. خب رفتیم به سلامت. خدا حافظ. خوش بگذره. عید خوبی داشت. عید خوبی داشته باشین. خدا حافظ. بریم به سلامت. خوش آمدید. خب بریم ما هم که برسیم دیرمون شد. آجی من یه کار دارم خودم برمیگردم. سریع بیا یا دیر نکنی. آره. آجی خودت بشی. نه ماشین شما صفه. بگی بخری. چشم. دیر میشه. بودو. بودو. راستی آقا باشی میریم فرودگاه. تا ببینم بچه ها چی میگن. یا با تاکسی میریم یا خودت محبت میکنی ما رو میبری فرودگاه ماشین رو برمیگردونی خونه. ماشین رو برمیگردم میذارم خونه؟ آره که چون برادرم قراره بیاد امکان داره ماشین رو نیاز داشته باشه. آره دیگه ممکنه. آقا راستی بفرما کارت عروسی رفیقم بهتون گفته بودم داده باز شما. ما چی نیستیم مال بعد از عیده؟ نه نه اول عیده. قرار بود قبل از اینکه ما ماشین بریم شما با اجازهتون ماشین رو ماشین عروسش کنیم. اینم پس داده به شما بدی به من واسه همین کار؟ بله التماس ها داره. قولشو به کسی نده امکان داره نشه. چشم. آقا بفرما. الو با چیه فرد و فرد زنگ میزنی؟ بابا خب اینجا نشسته بود نمیتونستم جلوش حرف بزنم دیگه. آره نه مگه ماشین خودت چشه؟ نه به جان سما شوخیم چیه؟ بابا خودمونم همون خانواده برنامه‌ریزی کرده بودیم با این ماشین بریم شمال یهو اینجوری شد خورد تو برجکمون بابا. چن بابا اومده حالا زنگ میزنم خدا بزنگ. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ این گوشه نذری براتون نگردشته بودم. راست شما دادن قبول باشه. قبول حق باشه. وقتی زنگ زد گفت پولا ریختم به حساب. برو تو کسی اون حساب وامونده چه کاری نکرد اون که گفت وصولش کن. شما که نگفتی ما هم نمیدونستیم. بعدش هم ماشین رو ببر بذار تو خونه. مگه ما با ماشین خودم نمیریم؟ نه با تاکسی میریم. منصور باید بره با ماشین به کارا برسه. راست میگی. فقط اخوی میاد کلید هم من میگیره یا من ببرم کلیدو بهشون بده. برادرم زنگ زده نمیاد. چرا؟ بابا خونه دوزگیر داره احتیاجم به کسی نداره. راست میگی. دوزگیرم که به گوشی آقا منصور وصله دیگه. راست میگی. عزیزم باید یه نفر بالا سر خونه باشه یا نه؟ راست میگی دیگه. منصور جان تو گاهی وقتا میتونی بیا یه سری به خونه بزنی؟ آقا شما خیال داد من راه برم میام سر میزنم. پس حداقل لفت نده برو به کارهای بانک برس. باشه. برو دیگه چرا وایسادی؟ چشم. فقط فرمودی ماشینو بیارم بزنم خونه؟ بله ماشینو بیا بذار تو خونه. آقا یه صحبتای شده بود من ماشینو ببرم شما یادتون رفته؟ بابا راست میگه بنده خود به خانوادهش قول داده. قول دادم بعد. ماشینو میبره میزنه اینور اونور دردسر میشه خانم. مواظبم تازه بیمش تمدید شده. بابا بذار ببره. ببر ولی تو نریا. نه لج میگم تو میرم میزنم میترکونم. یه چیزایی میگه. برو ولی مواظب باش. چشم آقا. خب خیلی نوکری ما خیلی رجالی آقا سلطانی. التماس ساده میخوام سلطانی خدا نگهدار. یواش بیا. منصور مواظب باشا یواش برو. چشم آقا. چه خبرته؟ دوست عزیز نمیبینی دارم پارک میکنم؟ عزیز من یه ساعته داری عقب جلو میکنی نمیتونی برو یه جا دیگه پارک کن؟ نه؟ برو دوچرخه بگی دوچرخه سرش هوا رو مالده نم... خانم چیست؟ خانم چیست؟ خانم سلام. ای سلام خوبی شما؟ ممنون شما خوبی؟ آقای محترم مگه نگفتم دارم پارک میکنم؟ جانم؟ میبینین که دارم عقب عقب میام. آقا من بگم عقب عقب پارک گریم بیرون. حالا چنقدر عصبی قربان شما به من میگفتی من به دیده منت چش جابجا میگم ولی خانم میدونه من چقدر به حقوق دیگران احترام میذارم. بله کاملا درست میگه. بله واقعا به من گفتی؟ بله که گفتم. اون بله. طرف هم جا هست میتونیم پارک کنیم. نه مورد نی من مردمی اگه میفهمم اصلا پشت فرمان تو میتونم جابجا میکردم خانم. بله. چش ببخشید بازم عذر میخوام.
شما خوبین؟ ممنون، شما خوبین؟ چه خبر با زحمت ما؟ خواهش میکنم، الان من جلسه. خوبی شما؟ ممنون، شما چطوری؟ همونطوری. شما هر روز ماشینتون عوض میکنی؟ آه نه، اون ماشین که جمعی شما مال بابام بود، در واقع این ماشین خودمه. مزاحمتون نباشم؟ نه، خواهش میکنم، من دارم میرم همون بانکه ببینم شرایط وام گرفتنش چیه. خونمون؟ چه تصادفی؟ چه تصادف جالبی، منم همون بانک میرم. بله، خب پس بریم. بفرمایید، وام برای چی میخواییم؟ خب دیدین که در بانک اتفاقی افتاد، با هزار جون کندم پول رو جور کرده بودم، حالا دارم میرم بانک وام بگیرم دیگه. دوزایش خبری نشد؟ نه نه، همین الان کلانتری میام، هیچ خبری نبود. ای دوزای لارجله. بله؟ لارجله همون رجل مرد میشد، یه نامرد خودمون دیگه. بله بله، انشالله وام میگیرم و از خجالت شما هم در میام. شما افتادین تو درد سر. نه خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ مطمئنم تو اون بانک آشنا دارم، الان سفارش تاکید میکنم که کار شما رو زود راه بندازم. بله شما خیلی بزرگواری. نه نه بفرمایید، خواهش میکنم. دوستان جان چیکار کردی برم؟ چیو؟ بابا همون دختره رو میگن دیگه، حیوانی همونی که دیروز کیفش رو زدن. پول خودم هم رفت و خیالی نی، ولی الان یه شرایطی پول خیلی لازم. تو سینت بهتر نشد؟ نه گفتم فلفل به پاچ رو شلغم بخور، تأثیری نداشت؟ چرا؟ بدتر شده. چرا؟ با جواب میده برای خیلی رجولی. شما کاری رو راه بندازی، اون روسری سبز است. چش رو چشم مکرد. آقا منصور جانم، یه لحظه تشریف میاری؟ آمدم، خداحافظ. سلام شی جانم. مرسی منصور جون. چی شد ابراهیمی؟ آقا پولی که دادی ریختم به حساب سلطانی. آقا دست دادم. عیدی شما هم سر جاش ها. متشکرم. رفت؟ چی شد؟ سلام خانم. کلام چی؟ من سفارش تاکید کردم برای شما. الان سرش شلوغه، ولی گفتم روسری سبز است، میدونه خودشه. این که آبیه. چه آبیه؟ آبی زنگاری. ها آبی دشت زنگاری. بوستان جان روسریش آبیه. به هر حال من گفتم باز اگر شما با اینکه من سرم شما کاری داشتین شما با من تماس بگیرید. خیلی ممنون، من نمیدم چجوری جبران کنم. نخواهش من سلام برسونی شما. بکی؟ من که ابن بخشید جواب نمیدی؟ نه این چیزه، کارگر استخرمونه، یه استخر موقع تمام نمیدی کنم. به چی کار؟ به هر حال صدا تو کنم با اجازه. خداحافظ. الو چاکر آقام، من گفتم کارگر استخر؟ آقا همین الان بس شد اتمان. آقا خط رو خط بوده. نه من اصلا یه صحبتی بود موندم، کار کارگرها سخته نه استخره. تازه بس نگه. آقا من نوکرتم. آقا اصلا من میام استخر رو شما رو استخر نداری؟ آقا هر جای خونتون رو بگی من تمیز میکنم. شما فقط مرام بذار، سه ساعت به من فرصت بده. خیلی رد شدی. خب دو ساعت که آقا یه ساعت شما فرصت بده. ای صاحب شلاهی درست صحبت کن آقا. درست صحبت کن یعنی چی؟ میخوای ماشینتو درست کنم یا نه؟ دو ساعت من علاف کردی تازه میگی میخوای درست شه یا نه؟ یعنی چی مسخره بازی یا چی داری در میاری؟ چیکار کردم؟ چیکار کردم؟ پس من برم سر باغ باغ اونو در آوردم مثل سگه هار؟ من کردم. نه پس من کردم. آقا من کردم آقا، بهش گفتم آقا مریضی مگه آقا؟ راست میگه دیگه. مگه مریضی؟ نمیتونی آدم باشی؟ نه واسم بده. دکتر گفته. برو بابا دکتر گفته. نگونه. بیام کمک. ای مالا سگ پاچتو میگیرم ها. بس کن. یه چیز در گوشت بگم من. آقا بلنش برو اون ور دیگه اصلا. دمت گرم. کجاشه؟ بلش کن دیگه، بلنش برو اون ور. نه جانم. نمیخوام خودم برنم درست کنم. بلنش برو. حالا شما پرونده رو تشکیل بدیم، برای اون برای سوال نیافته، من بچه شناسنامه رو براتون میارم. ببینید خانم، من هرچی به شما میگم شما باز حرف خودتون رو میزنید. من چون آقا منصور سفارش کرده خیلی دلم میخواد براتون یه کاری بکنم، ولی اصلا نکن خانم دست از این پرونده مردم
ولی اصلا امکانش نیست. پرونده به شناسنامه مثل یک گوشه خالیه که افتاده گوشه بانک. شما باید شناسنامه و کارت ملیتون رو بیارید تا من کارتون رو انجام بدم. آخه من نمیدونستم امروز این چیزا لازم میشه. فقط من ازتون سوال کنم. به هوا. ای بابا این چه وضعشه مرد حسابی؟ این همه چک پول اینجوری؟ چیکار کنم؟ نه چیف دارم نه ساک. چکی بین بانکی میگرفتی؟ حالا یه معامله انجام شده، طرف گیر داده که حتما باید پول نقد باشه. حالا یه ساک چیزی به من بده، من پولامو بذارم توش. خیلی باج اصلا من برم شناسنامه رو بیارم. خدا سلامت. تشریف بیارید براتون حساب باز. فکر کنم اشتباهی کیسه آشغالو زدم. خاک بر سرت با این دزدی کردنه. برو باش با کیه اومدیم دزدی. تو کجا؟ میرم الان برمیگردم. بیا بیا خوبه. بیا 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 وای! حال بده! بجا! حال بده! حال بده! گاز بده! داوود! باشه بریم. حسام اومد. بجون. بجون. چرا ماشین رو انداختید این تو؟ گوله رو زدی؟ آره. گوله. باز بده. باز بده بریم. باز بده. هل بده. هل بده. هل بده. چی دست من؟ چیزی بگو؟ چرا مزخرف میگی؟ تو بگم نمکی هم؟ نمیخواد پیشنهاد بدی، خودم یه جار گیر میارم. همش تقصیر این داووده، با اون رانندگی مزخرفش. چی؟ کی داری میاد؟ مگه تو داری منو میبینی؟ بخش شدم، گیر افتادم. کدوم چی؟ هم دیگه زیرشم. آره بابا بلدم، بازش کن. چشمات همش پر قطره بارون میشه.